فرهاد جو بایدن در این نامه به چه مسائلی اشاره کرده و آیا انتشارشون این نامه امری عادی به حساب میاد؟ خب این بله یک امر روتینی هستش به عنوان رئیس قوه مجریه و فرمانده کل نیروهای مسلح که کنگره را در جریان قرار بده. مخاطب این نامه رئیس مجلس نمایندگان هستش که یک جمهوری خواه هستش، رئیس مجلس سنا هستش که معاون خودش حساب میشه، اقلیت رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان، رهبر اکثریت در مجلس سنا و رهبر اقلیت در مجلس سنا هستش که گروهی ترکیب شده از جمهوری خواها و دموکرات ها. و اما در این نامه گفته که این کاری که من انجام میدم یا محتوای نامه بر اینه که نشان دهنده تعهد آمریکا به امنیت اسرائیل هستش به عنوان متحد کلیدی آمریکا در منطقه، که چه در موضع‌گیری های علنی هم اعلام شده و در همین راستا کار را انجام داده. گفتش در ماهای اخیر ما آرایش نظامیمون رو در منطقه متناسب با تهدیدات تغییر دادیم و در حفظ جان و منافع خودمون بوده و متحدینمون. شامل توضیحاتی که داده در این نامه این هستش که به اشاره داشته به آمد و رفت و ماندگاری ناوگان ضربتی آیزنهاور، روزولت و همچنین لینکن و همچنین ارسال اسکادران‌های هواپیماهای جنگنده‌های پیشرفته F-35، F-22، F-15، F-16 و جنگنده‌های A-10 و همچنین زیردریایی با سوخت هسته‌ای و موشک‌های هدایت شونده و ناوشکن ها با موشک های بالستیک. و گفته در همین راستا هم از هفته پیش دستور داده که سامانه دفاع موشکی پیشرفته ای رو به منطقه اعزام کنن که همون تاد هستش که از دیروز هم ما خبراشو دادیم برای رسیدن اون به منطقه یعنی یا به اسرائیل. و گفتش که این کاری که من انجام میدم در چارچوب وظایف و اختیارات رئیس جمهور آمریکا برای حفظ جان آمریکایی‌ها هستش و منافع ما و همچنین در راستای سیاست خارجی ما این کار رو انجام میدیم. در همین راستا هم پنتاگون وزارت دفاع آمریکا دیروز معاون سخنگوش اعلام کردش که اون سامانه موشکی تاد مراحل اولیه‌اش رسیده به اسرائیل که شامل چندین نیرو هستش و قطعات اولیه. In each of his calls, the secretary reiterated the United States's commitment to Israel's security. وزیر امور خارجه در هر یک از تماس‌های خود بر تعهد ایالات متحده به امنیت اسرائیل تاکید کرده و به همین دلیل است که در آخر هفته وزیر آستین اجازه استقرار یک ترمینال دفاعی در ارتفاع بالا یا تاد و به همراه آن اعزام پرسنل نظامی ایالات متحده را برای کمک به تقویت دفاع هوایی اسرائیل پس از حملات ایران علیه اسرائیل در بهار و دوباره در دهم مهر ماه صادر کرد. دیروز تیم اولیه از پرسنل نظامی و اجزای اولیه لازم برای عملیات تاد وارد اسرائیل شدند و طی روزهای آینده ما تاد را به قابلیت عملیاتی کامل خواهیم رساند. خانم سابرینا سینگ معاون سخنگوی پنتاگون هم اعلام کردش که این مطلب موقتی هستش و برای حفظ آمادگی نیروهای آمریکایی هستش و گفتنیست که 100 پرسنل آمریکایی نیاز هستش که این سامانه را که عملاً سامانه مکمل پاتریوت هستش رو در اونجا عملیاتی کنه. و این صحبت‌های ایشون: This decision was made in part of the broader adjustments the U.S. military has made in recent months to support the defense of Israel. این تصمیم در چارچوب بهبود آرایش نیرو و تجهیزات ارتش ایالات متحده برای حمایت در دفاع از اسرائیل و محافظت از آمریکایی‌ها در برابر حملات ایران و شبه نظامیان همسو با ایران گرفته شده است. این اولین بار نیست که ایالات متحده یک سامانه تاد را در منطقه مستقر می‌کند. اوایل امسال یک سامانه تاد به دنبال حملات نیمه مهر ماه سال گذشته برای دفاع از نیروهای آمریکایی و منافع ایمان در منطقه به خاورمیانه ارسال شد. علاوه بر این، ایالات متحده پیشتر تاد را در سال 2019 برای آموزش و تمرین دفاع هوایی یک پارچه در اسرائیل مستقر کرده بود. ممنونم. گزارش زنده و مستقیم فرهاد پولادی را از کاخ سفید شنیدیم.